اما راجع به اعداد کوانتومی، ما دو تا عدد کوانتومی تو کتاب درسی میخونیم. قدیم 4 تا عدد کوانتومی بود، قدیم اوربیتال میخوندیم که دیگه اینا تو محتوای کتاب درسی ما نیست. ما دو تا عدد کوانتومی میخونیم، با این دو تا عدد کوانتومی یاد میگیریم که آدرس زیر لایه ها رو بیان کنیم. یعنی چی؟ ما یه عدد کوانتومی اصلی داریم تحت عنوان n. عدد کوانتومی اصلی یا n لایه الکترون رو مشخص میکنه. یه عدد کوانتومی فرعی هم داریم تحت عنوان l یا عدد کوانتومی فرعی، این زیر لایه رو مشخص میکنه. شما باید بلد باشین که عدد کوانتومی فرعی برای زیر لایه s، این در واقع نوع زیر لایه رو به مشخص میکنه دیگه. L میخوام برای اینا تعریف کنم. L برای S رو اول تعریف کنیم. 0 برای P L 1، برای D L 2، برای F L 3 و برای G L 4. عدد کوانتومی فرعی که نوع زیر لایه رو مشخص میکنه از 0 شروع میشه الی آخر. یه عدد کوانتومی اصلی هم داشتیم. چطوری سوال میده مثلا چی باید ازش بلد باشیم؟ مثلا میگه N4 L2، میگم باشه خب این که کاری نداره، N4 یعنی لایه 4، L2 اینها، L2 یعنی زیر لایه D، پس میشه 4D. من تونستم آدرس یه زیر لایه رو با این دوتا عدد کوانتومی بدم. میگه N5 L3، میگم اوکی N5 یعنی لایه 5، LSM یعنی زیلایه F یعنی 5F. من با این دوتا عدد کوانتومی میتونم آدرس یه زیلایه رو بدم. N5L3 یعنی لایه پنجم زیلایه Fش، 5Fش. اما برعکسش هم میتونه سوال بده، حالا بیشتر راجعش بحث میکنیم جلوتر با سوال مختلف، برعکسش رو هم میتونه مطرح کنه. برعکسش چه شکلی میشه؟ برعکسش این شکلیه، مثلا میگه برای 6G NOLش چیه؟ Nش که اینجاست لایه 6، G هم که Lش میشه 4، براتون نوشتم. یه نکته دیگه یاد بگیریم، به این میگن زیلایه اول، به این میگن زیلایه دوم اتم، به این میگن زیلایه سوم، به این میگن زیلایه چهارم، به این میگن زیلایه پنجم. یه سوال توی کتاب درسی دارین که زیلایه پنجم گنجایشش از الکترون حد اکثر چند الکترونه؟ گوش بدین، اگه به شما میگه حد اکثر، میتونین همون S و P و D و F و اینا رو دنبال کنین. بهتون گفتم یه قدر بیشینه گنجایش الکترون در هر زیلایه، یه قدر نسبت حسابی داره، یه دنباله حسابی داشت با قدر نسبت 4. این اگه 2 تا جا میشه بعدیش 6 تا جا میشه بعدیش 10 تا، 4 تا روش 14 تا، 4 تا روش 18 تا. و زیلایه جی حد اکثر توانایی گنجاندن 18 الکترون در خودش رو داره. یادتون پس باشه ما 5 جی 18 میتونیم داشته باشیم، جی 18 تا الکترون تو خودش جا میده. این هم از علامت سوالی که خالی بود. باز ادامه سوالامون، یه سوال اینجا هست، سوال خیلی خوبیه. من حالا باز یه راهنمایی کنم. بیشینه گنجایش الکترون در هر زیلایه، نگاه کنی، ما میخواییم بیشینه گنجایش الکترون در هر زیلایه رو مشخص کنیم. بیشینه ها، بیشینه یعنی از این کمتر هم میتونه، ولی حتی اکثرش اینه، در هر زیلایه رو مشخص کنیم. خب چه رابطه میتونم بنویسم؟ گفتیم یه دنباله حسابی میخواییم بنویسیم، میخوایم الکترون ها رو بر حسب عدد کوانتومی فرعی ببینم تو هر زیلایه چقدر جا میگیره. قدر نسبتی که داشتیم 4 بود، پس میشه 4L. بعد جمله اولمونم S چند تا جا میگیره؟ 2 تا، 4L به علاوه 2. بیایید امتحان کنیم. برای S که Lش 0ه، Lو 0 بذاریم، بیشینه گنجایشش از الکترون 2 در میاد. مثلا برای F Lش 3، برای F Lش 3، 3 اینجا بذارین، 3 4 تا 12 تا، یه 3 اینجا بذارین، 3 4 تا 12 تا 2 تا، بیشینه گنجایشش از الکترون 14 به دست میاد.
پس یاد بگیرین این رابطه داره پیشینه گنجایش الکترون در هر ویلایه رو معرفی میکنه. میخوام ببینم تو هر ویلایه پیشینه گنجایش چقدره. میگم دنباله حسابی که سوال کتاب درسی ها، دنباله حسابی که تشکیل میداد قدر نسبتش چند بود؟ 4. پس میشه 4. بعد جمله اولمون یعنی S گنجایشش از الکترون چنده؟ 2. 4L به علاوه 2. L و 0 گذاشتم پیشینه گنجایش در اومد 2. L و 3 گذاشتم پیشینه گنجایش در اومد 14. چطوری سوال کنکور میتونه بده؟ میگه در زیر لایه‌ای با L 10 پیشینه گنجایش الکترون چقدره؟ L رو میذاری 10، 14 تا 40 تا به علاوه 2 پیشینه گنجایشش از الکترون میشه 42. شروع کنین سوال بعدی رو حل کردن. من یه دقیقه صبر میکنم شما پاس بدین حل کنین بعد حل منو ببینین. خب پاس دادیم اومدی دیگه. میگه جمله عمومی دنباله پیشینه گنجایش الکترون در هر زیر لایه 4L منهای 2 غلط، 4L به علاوه 2. این اولیش. زیلایه با L 8، 8 رو بذار اینجا، 8 تا 32 تا 2 تا حد اکثر 34 الکترون میتونه بپذیره. درست. پنجمین زیلایه یک اتم، اولیش S، دومیش P، سومیش D، چهارمی F، پنجمین G. بعد Lاشون رو براتون بنویسم. L برای L 0 1 2 3 4. پنجمین زیلایه، این پنجمین زیلایه یک اتمه. پنجمین زیلایه ال چنده؟ 4. 4 رو بذارید داخل 4 ال به علاوه 2 میشه 4 تا 16 تا به علاوه 2 پیشینه گنجایشش از الکترون 18 تا. گفتم جی 18 تا جا میگیره و این عبارت غلط. تمرین کتاب درسیه. پنجمین زیلایه یک اتم ظرفیت پنجمینش. بچه ها شاید بیافتن توی تله ای، این کلمه پنجمین رو میبینه ال رو میگیره 5. غلطه. ال از 0 شروع میشه. این اولیش. الش چنده؟ 0. دومی الش 1. سومی الش 2. پنجمین زیلایه الش چنده؟ 4. 4 تا 16 تا 2 تا روش میشه 18 الکترون. پنجمین زیلایه یک اتم تمرین کتاب درسیه. یادتون باشه پنجمین زیلایه جیه که 18 تا الکترون گنجایش داره. الش هم 4 ها. لایه الکترونی دوم برخلاف لایه الکترونی سوم یک پارچه نیست. نه لایه دوم یک پارچه است، چون لایه دوم خودش دو بخشه، 2s و 2p. نه لایه سوم یک پارچه است، خودش سه بخشه، 3s، 3p، 3d. هیچ کدومشون یک پارچه نیستن. پس غلط. نه لایه دوم یک پارچه است، نه لایه سوم. تنها لایه‌ای که یک پارچه است و از یک بخش تشکیل شده لایه اوله که فقط یک S رو داره. یادتون باشه اینم نکته کتاب درسیه. فقط لایه اول یک پارچه است، فقط لایه اول یک پارچه است، وگرنه بقیه لایه‌ها خودشون به چند تا زیلایه تقسیم میشن. بریم سراغ تمرین دو. این تمرین بسیار مهمه. شما اگه این تمرین رو یاد بگیرین خیلی از سوالا رو راحت میتونین حل کنین. این از این. من منتظر شما وایستادم. شروع کنین حل کردن. خب اگر پاس دادین، خودتون راجعش فکر کردین، حل کردین، بعدش حل منو ببینین. در اتم آرسنیک 33 چند الکترون با N4 وجود دارد؟ من باید آرایش بنویسم. آرسنیک 33 حفظی ننویسی ها. از 4S شروع می کردیم 20 تا. S جدید گذاشتم. F دو لایه قبل 2F ندارم. D لایه قبل 3D 10. 30 تا. P خودش 33 تا. منتها چون سوالی که میپرسه اون قبلشم میخواد، من اون قبلشم بنویسم. قبلشم گفتم بچه ها، قبلش 1S 2S 2P 3S 3P دیگه، که S2 تا P6 تا جا میگیره. این 33 تایی که بعد آرایش می نوشتم گفته چند الکترون با N4 وجود داره، یعنی چند الکترون در
لایه چهارم وجود داره. ما تو لایه چهارم 4 اس داریم و 4 پی که 2 تا الکترون اینجاست، 3 تا الکترون هم اینجاست، 5 الکترون وجود داره. میگه چند الکترون با ال مساوی صفر وجود داره. اول ببینم ال صفر کی بود؟ میشه اس. توی زیلایه های اس هم من 1 اس رو دارم، 2 اس رو دارم، 3 اس رو دارم، 4 اس هم دارم، همش پر. 2 تا 4 تا 6 تا 8 الکترون در زیلایه با ال صفر وجود داره، 8 الکترون در زیلایه اس وجود داره. میگه چند الکترون با ال 1 وجود داره، یعنی پی. ال 1 یعنی پی. بذار یه نگاه بندازم اینجا رو مرتبش کنم. این پی پاک. اولا من 2 پی 6 دارم، 3 پی 6 دارم و 4 پی 3. 6 تا و 6 تا، 6 تا الکترون و 6 تا الکترون، 12 تا الکترون با این 3 تا الکترون، 15 الکترون وجود داره. پس چند الکترون با ال 1 وجود داره؟ 15 تا الکترون با ال 1 وجود داره. میگه چند الکترون با ان 3 وجود داره؟ ان 3 این لایه سومه. این 2 تا، این 6 تا 8 با این 10 18. ببین من یه مدت گلوی خودم رو جر دادم که سدید یه لایه سومه تو لایه خودش بشون برای همچین سوالایی. میاد سدی رو میذاره اینجا، گن میزنه به سوال میره. سدیدی لایه سومه تو لایه سوم بشونش. مجموع انوال کل زیلایا، کل زیلایا باید ببینم چه زیلایا دارم. یک اس دارم، دو اس دارم، سه اس دارم، چار اس دارم. یک اس دارم، دو اس دارم، سه اس دارم، چار اس، چار اس دارم. این یه تیکه. دو پی دارم، سه پی دارم، چار پی دارم تو این اتم. سدی هم دارم. من باید N و L تمام این زیلایه ها رو با هم جمع کنم. اول برم سراغ Nشون، اینا رو با هم جمع کنم. 1, 2, 3, 4 جمعشون که میشه 10. Nشون رو حساب کردم. این N برای زیلایه های S. بعد برای زیلایه های S من عدد کوانتومی فرعی یا L صفره. این اس صفر دوباره اس صفر دوباره اس صفر دوباره اس صفر. 4 تا اس داشتم، 4 تا صفر. دوباره برم اول عدد کوانتومی اصلی ان رو بشمرم، ان بشمرم اول. 2 3 و 4 5 و 4 میشه 9. این 9. حالا برم ال بشمرم، عدد کوانتومی فرعی. برای این پی 1، برای این پی 1، برای این پی 1. سه تا زیلایه پی دارم دیگه، پی هم که الش یکه، یک و یک و یک. برای این انش که سه، الش هم دوه، انش سه، الش هم دوه. همه رو بخوام جمع کنم، 10 و 9 میشه 19 با این 3، 22 با این 5 میشه 27. این هم مجموع انوال کل زیلایه های موجود در آن. حواستون به این کلمه باشه، بگه زیلایه با الکترون فرق داره. حالا این زیلایه رو الان هایلایت کنید، من بهش برمیگردم، میبینید که زیلایه با الکترون چه فرقی داره. اینه که شمردم، اول دیدم چه زیلایه هایی داره. انشو شمردم 10، الشو شمردم 4 تا 0، انشو شمردم 9، الشو شمردم 3 تا 1، انشو شمردم 3، الشو شمردم 2. ان و ال عدد کوانتومی اصلی و فرعی همه رو شمردم، همه زیلایه ها. میگه چند الکترون وجود داره که الش دو نباشه. میگم یه دقیقه وایسا، یه دقیقه وایسا. میخوای ال دو نباشه، اول ببینم ال دو یعنی کی. ال دو یعنی دی. میخوای دی نباشه؟ باش، من برات میشمرم. خب اگه میخوای دی نباشه، من دیا رو حساب میکنم، از کلش میذارم کنار. کلن کی بوده؟ آرسنیک 33. کلن 33 تا الکترون داشتیم که من دیاشو نمیخوام. ببینم چند تا دی داشتیم. دی فقط یه دونه، من اینجا رو مرتب کنم، این پیه پاچ. دی فقط یه دونه سه دی 10 داشتم دیگه، من دی دیگه ای نداشتم. من 10 تا الکترون در دی دارم، این 10 تا رو نمیخواد. باشه، کلن 33 تاست، من این 10 تا رو نمیخوام، بقیهش 23.
پس یاد بگیرین وقتی میگه L دو نباشه یعنی D نباشه. خب ببین چقدر دی داره، 10 تا دی داشت. کلن هم آرسنی چه دیگه 33 تا الکترون، این 10 تا رو میذارم کنار، 23 تا میمونه که الش دو نیست. حالا الش میتونه 0 باشه، الش میتونه 1 باشه، هر چیزی دو نباشه. تمرین هفتش عجب تمرین خوبیه، خیلی احتمال داره از این سوال کنکور بیاد. بچه ها N به علاوه الها رو خیلی خوب یاد بگیرین، چون توی شکل آفوای کتابتون که بهش برخواهم گشت کاملا N به علاوه L نمایش داده، و اگه بخواد سوال قشنگی از این بخش مطرح کنه میره سراغ N به علاوه L. خوب گوش بده ببین چی میگم. N به علاوه L میخوام 4 باشه. این به این ترتیب و به این شکلی که میگم مینویسی ها، چون جلوتر تسته سختر ازش مطرح میشه، همینطوری یاد میگیری. همینطوری اول میای L رو 0 میدی، اگر L من 0 باشه، این 0 باشه، N چند در میاد؟ 4. حالا بهم بگو زیلایهی با N 4 و L 0 کی میشه؟ میشه 4S. بعد یه دونه از N بر میداری به L اضافه میکنی، یه دونه از این بندازم این بر، 3-1 N 3 L 1 میشه 3P. یه دونه از این بر میداری میندازی این رو، یه دونه از این بر میدارم میندازم این رو، 2-2 N 2 L 2 میشه کی؟ میشه 2D. من 2D دارم؟ نه دیگه ادامه نمیدم، دیگه ادامه نمیدم. پس چی شد؟ سر بالا ننویس، فقط خوب گوش کن. میگم وقتی سوال N به علاوه L به شما میده، اول L رو چند میذارم؟ بگو 0. L رو 0 میذارم، N چند در میاد؟ این 0ه، N هم 4ه دیگه، پس میشه 4-0. N 4 L 0 4S. یه دونه بر میدارم میندازم اون بر، میشه 3-1 N 3 L 1 3P. یه دونه بر میدارم میندازم اون بر، 2-2 2D دیگه ندارم، ادامه نمیدم. باید ببینم توی 3P و 4S هم که زیلایه‌ای با همچین عدد کوانتومی هم چند تا الکترون وجود داره. اگه نگاه کنی توی سپیمون 6 تا وجود داره، توی 4S‌مون 2 تا، توی سپیمون 6 تا وجود داره، توی 4S‌مون 2 تا، 6 و 2 کلن روی هم 8 الکترون با N به علاوه عد 4 وجود داره. اوه اوه اوه، سوال 8ش خیلی سوال خوبیه، خیلی خوب گوش بدین. من اینو پاک کنم که فضا باشه قشنگ براتون شرحش بدم. اینجا رو نگاه کنی، این سری به جای این که بگه زیلایه بهم گفته جمع عدد کوانتومی اصلی N و فرعی L، الکترون ها این سوال با این سوال بالایی فرق داره خانم آقا، این سوال فرق داره. اینجا چیو داره میپرسه؟ الکترون. اینجا چیو پرسیده؟ زیلایه. من اول کامل بازش میکنم که خوب متوجه بشین. ما راجع به آرسنیک 33 اول باید آرایش لایه ظرفیت مشخص کنیم. وقتی به پی ختم شده لایه ظرفیتش میشه SOP لایه آخر، 4S و 4P. این لایه ظرفیت هم 4S و 4P. این لایه ظرفیت هم راجع به الکترون‌هاش اومده عدد کوانتومی اصلی و فرعی پرسیده. من اول راجع به زیلایه 4S صحبت کنم. این مگه 4S نیست؟ 2 تا الکترون داره دیگه، این یه دونه الکترون، یه دونه الکترون. بیاید اول N حساب کنیم، بعدش هم L. برای این الکترونی که توی زیلایه 4S، N چنده؟ 4. N چنده؟ 4. Lشون چنده؟ 0. L چون توی زیلایه 4S هم Lشون چنده؟ 0. 0 تا اینجا. بیام برای زیلایه 4P، چند تا الکترونه؟ 3 تا. نیازی نیست کامل باز کنید، من چون تمرین اوله دارم باز میکنم بفهمید. الکترون دارم میشمرم، راجع به الکترون ها داره صحبت میکنه.
عدد کوانت این سه تا الکترون دارم توی 4p، عدد کوانتومی اصلیشون n‌شون چنده؟ 4. پس n برای این 4، برای این 4، برای این 4، برای همشون 4. 4 4 4 فعلا جمعشون. و l بشمرم، چون توی زیلای p هستیم شماها، l تو 1، l تو 1، l تو 1، l تو 1، ال تو 1، ال تو 1، اون بالا که میشه 20، این پایین هم میشه 3، جمع عدد کوانتومی اصلی و فرعی میشه 23. اینجا رو خوب نگاه کن، اینجا رو خوب نگاه کن، حواس جمع، سر بالا. فرق این سوال با این سوال چیه؟ این سوال گفته بود زیلایه کاری به الکترونا نداشت. اینجا چیه سوال؟ داره میگه الکتروناش، داره میگه الکتروناش. توی 4s شما چند تا الکترونه؟ دوتا. این الکترونا n‌شون چنده؟ 4. پس 4 و 4 برای این دوتا الکترون. l‌شون چنده؟ توی s‌ن. l‌شون 0ه. 0 و 0 برای این دوتا الکترون. این سه تا الکترونی که توی زیلای 4p‌ه n‌شون چنده؟ 4. پس n تو 4، n تو 4، n تو 4، l‌شون چنده؟ p 1. 1 1 1. میشد راحت تر نوشت. من بازش کردم ببینی قضیه چیه. من خودم میخواستم حساب کنم این شکلی حساب میکردم، میگفتم ببین اول n بشمرم، دو تا الکترون با n 4، دو 4 تا، به علاوه 3 تا الکترون با n 4، 3 4 تا که این همونه، اینا 3 4 تا، 2 4 تا. بعد l میشمردم، میگفتم دو تاس با ال 0، 2 ضرب در 0، به علاوه 3 تاس با ال 1، 3 ضرب در 1، همون میشد. فقط خواستم بگم ساده تر هم میشه نوشت اینا، 3 ضرب در 1، 2 ضرب در 0. من اونجا باز کردم که مفهوم الکترون رو بفهمی. با زیلایه فرق داره. اگر میگفت زیلایه داستان جدا بود، اگر میگفت زیلایه میگفتم لایه ظرفیتش 4s داره، 4p، n این 4ه، n اینم 4ه، l این 0ه، l اینم 1ه. اون جوابش میشد 8 و 1 میشد 9. این واسه وقتیه که بگه زیلایه، این یکی واسه وقتیه که بگه الکترون. اگر میگفت زیلایه میگفتم 4s داره و 4p، ولی اینجا گفته الکترون، برای همینه که تعداد همه الکترون ها مهمه. این الکترون ها وقتی تو این ستا الکترون وقتی توی 4p هن، اناشون 4ه، الاشون 1ه، اناشون 4ه، الاشون 1ه. خیلی سوال مهمی بودا، اگر اینو یاد نگرفتین 10 بار بزنین عقب، خوب راجبش فکر کنید. بازم ازش تمرین داریم، یه تمرین دیگه داریم، مولیبدن 42، من منتظر وایستادم. این یکی رو دیگه باید بدون خطا حل کنی یا خانم بجنبی. مولیبدن 42 باز بدیم بعد حل منو ببینین. من اول آرایش بنویسم براتون. اولا که از 4s2 شروع می کردیم می شد 20 تا، f دولای قبل ندارم، 3d 10 میشه 30 تا، p خودش 36 تا. به p خودش رسیدم، اس جدید باز می کنم، 5s2 38 تا، f دولای قبل 0 ندارم، d لایه قبل 4 تا بذارم میشه 42 تا، s2 d 4 نداشتم پس میشه s1 d 5. S1 D5، حالا بعد اون زیلایه‌ای که این پشت جا موندم بنویسم، 1S 2S 2P 3S 3P. S ها که دوتا جا میگیره، P ها هم 6 تا. این آرایش کامل. ازم پرسیده چه الکترون با N4 وجود داره، میگم N4 رو میخوای یعنی لایه 4 رو میخوای، این دوتا و این 6 تا 8 تا و 5 تا 13 تا با N4 وجود داره. میگه چند الکترون؟ L0. L0 کی بود؟ S. خب راجع به S داری صحبت میکنی، اوکی. یک S رو که داره، 2S رو داره، 3S رو داره، 4S، 5S، 2 تا، 4 تا، 6 تا، 8 تا، با این یه دونه 9 تا. اگه اینو حواست نبود S1 D5ش کنی اینو غلط میزدی یا 9 تا.
چند الکترون وایل یک وجود داره؟ آم پی آر رو ازم میخوای؟ باشه پی آم جواب میدم، مشکلی نداره. پی آر رو ازم میخواد، پی پی اینجا هم پی، دو پشیشو که داره، سه پشیش هم که داره، چهار پشیش هم که داره، خب سه شیشتا هیچده دیگه، پنج پی که دیگه نداره، هیچده تا الکترون با اینه با ال یک وجود داره. مجموع اعداد من چهار رو نگه میدارم بهش بر میگردم، اول شیش رو حل کنم. میگه چند الکترون با الی که دو نباشه وجود داره؟ خب میگی دی نباشه، من دی چیا رو دارم؟ سه دی ده دارم و چهار دی پنج. چند تا توی دیه؟ پونزه. این پونزه تا رو نمیخواد. میگه چند الکترون میشناسی که الش دو نباشه، یعنی دی نباشه. توی دیام چند تا دارم؟ 15 تا. این 15 تا رو نمیخوام، کلن 42 تا بوده، این 15 تاشو نمیخوام. 27 تا دارم که الش دو نباشه، 27 تا دارم که توی دی نباشه، کلن چند تا بوده؟ 42 تا که این 15 تاشو نخواستم. خب که هم کن 32 42 منو 15 میشه 27، من یه 10 تا کم کردم، یه 5 تا. این هم از این. خب میگه مجموع اعداد کوانتومی فرعی یعنی ال الکترون های آن کدام است؟ خیلی خوب گوش بدین. اولا دوباره رفت سراغ بازی الکترون و این سری فقط ال میخواد از شما. ال بیاید ببینیم چه خبر بوده. من اس رو حساب کردم چند تا الکترون داره، اس هم 9 تا الکترون داشت. پی هم حساب کردم چند تا الکترون داره، 18 تا الکترون داشت. دی رو هم حساب کردم چند تا الکترون داره، 15 تا الکترون داشت. تا اینجا قبول دارین؟ شما 9 تا الکترون در اس دارید، 18 تا الکترون تو پی دارید، 15 تا الکترون تو دی. خب عدد کوانتومی میخواییم براشون بشموریم. این 9 تا الکترونی که در زیر لایه اس قرار دارن، الشون چنده؟ الشون صفر دیگه. 9 الکترون با ال مساوی صفر، با ال مساوی صفر. پس 9 تا با عدد کوانتومی فرعی صفر که جمعش میشه صفر. الان نگاه کن، من دارم عدد کوانتومی فرعی یعنی ال برای الکترون میشمرم. اس من 9 الکترون دارد با ال صفر، 9 تا صفر. عدد کوانتومی الکترون هایی که در فرعی الکترون هایی که در اس قرار داشتن میشه 9 تا با ال صفر، 9 صفر تا صفر. اینجا 18 تا الکترون داشتن با ال 1، پس 18 تا 1، 18. اینجا 15 الکترون داشتن با ال مساوی 2، 15 تا با ال 2، 30. اونایی که توی اس بودن، اس که ال صفره دیگه، جمع الاشون صفر. اونایی که تو پی بودن، 18 تا الکترون در زیلایه پی با ال 1 دارن. خب دارم عدد کوانتومی فرعی الاشون رو جمع میکنم، 18 تا با ال 1، 18 تا یه دونه. 15 تا الکترون در دی دارن که الش 2ه، 15 تا با ال 2، 15 تا 2، 30. جمع همش صفر و 18 و 30 رو بذاریم روی هم، میشه مجموع اعداد کوانتومی فرعی الکترون ها که میشه 30 و 18 میشه 48. همه رو با هم جمع کردم. خب بریم سراغ سوال پنجش، بریم سراغ سوال پنجش. من فقط اینجا رو یه مقدار تمیز کنم. گفته مجموع اعداد کوانتومی اصلی N فرعی L الکترون ولایه ظرفیت آن کدام است؟ بریم سراغ آرایشی که نوشتیم. چون به S خط شده، S و D قبل، چون آخرش S لایه ظرفیتش میشه S و D قبل، این لایه ظرفیت هم 5S1 4D5، 5S1 4D5. من میخوام هم N بشمرم هم L بشمرم. در راجع به الکترون ها، چند تا الکترونه؟ 5 تا. Nش چنده؟ 4.
پنج الکترون با N چهار، پنج الکترون با N چهار، بله چند تا الکترونه؟ یه دونه. N عدد کوانتومی اصلی شند پنج، یه دونه با N پنج. پس این شد تعداد الکترون هم، پنج تا الکترون با N چهار، یه دونه الکترون با N پنج، اینها پنج تا الکترون با N چهار، پنج تا الکترون با N چهار، یه دونه الکترون با N پنج، یه دونه الکترون با N پنج. حالا بریم سراغ L بشمریم. L خوب گوش بده، این پنج تا الکترون من در دی مگر نیست؟ خب پنج تا L دی چنده؟ L دی دوه دیگه. پنج تا الکترون با L دو، پنج تا الکترون، پنج الکترون با L دو، به علاوه یه دونه الکترون با L چنده؟ صفر. یه دونه الکترون با L صفر. پس شد پنج تا الکترون در دی، پنج تا الکترون با L دو، پنج تا الکترون با L دو، یه دونه الکترون در S، یه دونه الکترون با L صفر. حالا جمع کنم، پنج چهار تا بیستا، با این پنج تا بیست پنج، با این ده تا سی و پنج تا، با این یه دونه ضرب در صفر هم که هیچی دیگه. این که شد 25، این که شد 10. مجموع اصلی فرعی 25 و 10 برای الکترون ها 35. خیلی سوال قشنگی ها. این سوال سنجش بوده بچه ها، اینی که خیلی روش تاکید دارم سوال سنجش بوده. شیششو که حل کردیم، بریم سراغ سوال 7. سوال خیلی خوبیه، میگم الان این محتمل ترین سوال برای کنکوره. با توجه به متن کتاب درسیتون این رو دارم میگم که سوال نویه، تا حالا سوال کنکور نیومده، تو کتاب درسیمون خیلی بهش پرداخته، جای جای کتاب میبینید که ازش سوال میشه داد، خیلی مهمه. و روشی که میگم رو توی مغزت فرو کن، گوش بده. N به علاوه، باز اگر کلاس بود میومدم سر جزواتون میدیدم اینو گوش نمیدین، میگم اینطوری بنویس دو دقیقه جلوتر اگر یه سوال سخت‌تر به پستت خورد بتونی حل کنی. N به علاوه L 5 است، L رو صفر میذارم، این اگر صفر باشه N من چنده؟ 5. 5 N 5 L 0 5 S دیگه، یه دونه کم یه دونه زیاد، یه دونه کم یه دونه زیاد، 4 1 N 4 L 1 4 P دیگه، یه دونه کم یه دونه زیاد، 3 2 N 3 L 2 3 D 3 D دیگه، یه دونه کم یه دونه زیاد، 2 3. من دو اف ندارم، دارم دو اف؟ نه دو اف ندارم دیگه، ادامه نمیدم، من باید اینا رو بشمرم ببینم توی سدیش چند تا داشته. توی سدیش اگر نگاه کنین 10 الکترون بوده، بعد توی 4 پی 6 الکترون بوده، توی 5 اسش هم یه دونه، اینجا 10 تا بوده، اینجا 6 تا، اینجا هم یه دونه، 10 تا توی 3 دی داشته، 6 تا توی 4 پی، یه دونه هم تو 5 اس، دارای چند الکترون؟ 10 و 6 و 1 17 الکترون. پس ال رو صفر میذاری، ان در میاد 5، 5 0 5 اس، کم کن زیاد، 4 1 4 پی، 3 2 3 دی، 2 3 2 اس، ندارم ادامه نمیدم، 10 6 1 جمعشون 17. بریم سراغ سوال بعدیمون، بریم سراغ سوال بعدیمون. من یه 20 ثانیه صبر میکنم، سوال ساده است، سریع حلش کنی. تمرین 4. میگه مجموع اعداد کوانتومی اصلی و فرعی الکترون های آخرین زیر لایه منگنز 25، میگم خب باشه 4s2 3d5 25 آخرین میشه اون چیزی که آخر آخر نوشتم، میشه آخرین زیلایه. ای آخرین زیلایه میشه اون چیزی که آخر آخر می نویسی، اون کسی که می نویسه 4 3 5 اشتباهه،
هزار بار بهتون گفتم ننویسید، سدیو تو لایه خودش بذارید. آخرین زیلایه میشه 4S2. جمع عدد کوانتومی اصلی و فرعی برای الکترونا. هم N میخواد هم L. دو تا الکترون با N 4 پس میشه 2 4 تا 8 تا. دو تا الکترون با L تو S با L 0 میشه 0. 8 و 0 میشه 8. آخرین زیلایه اون چیزیه که آخر آرایش. دو تا با N 4، دو تا با L 0. دو تا با N 4، دو تا با L 0 8. اینی که میگه به کدام زیلایه وارد میشود آخرین الکترون، قضیهش فرق داره. وقتی میگه وارد میشود یعنی توجه کن به آرایش نوشتن بر اساس آفبا 4S20 سدی 5 آخرین اینا مجموع عدد کوانتومی اصلی و فرعی الکترون آخرین زیلایه که الکترون با هم وارد این کلمه وارد رو به پایین. اگه بگه وارد می شود منظورش بر اساس اصل آف باس 4S2 می نویسم 3D5 آخرین الکترون رو توی 3D وارد کردم. این بحثش فرق داره. پس اگه بگه آخرین الکترون در کدام زیلایه قرار دارد، اونی که قرار دارد میشه آخر آرایش. آخرین زیلایه بگه آخر آرایش. ولی اگه کلمه وارد می شود شنیدی، وارد می شود یعنی بر اساس اصل آف با 4S2 3D5 3D5 آخرین الکترون اینجا وارد شد 3D5. عدد کوانتومی اصلی بشمرم 5 تا الکترون با N3 5 تا L بشمرم 5 تا الکترون با L2 5 تا این که میشه 15 تا، اینم که میشه 10 تا، جمعشون میشه 25 تا. سوال بعدیش رو شروع کنید حل کردم. من یه دقیقه وایستادم. خب میگه اتمی داره 17 الکترون پاس دادی اومدی؟ اتمی داره 17 الکترون با ال مساوی 1. پاس بدین اول خودتون حل کنید ها، که همینجا یاد بگیرین. درس جدید ندارم، دارم تمرین برات حل میکنم، دارم برات تست میزنم. این تست کنکور بوده خودش. اتمی داره 17 الکترون با L1. خب L1 کی بود؟ P. یعنی 17 تا الکترون توی P بوده. خب P از کجا شروع میشه؟ از 2P. ما یه P که نداریم، از 2P شروع میشه. این 2P 6 تاش اینجا باشه. خب ادامه میدم، 3P هم پس داشته، 6 تا هم اینجا باشه، شد چند تا؟ 12 تا. چند تا دیگه بذارم بشه 17؟ 5 تا دیگه. پس 4P هم داشته 5 تا. پس ببین وقتی میگه اتمی داره 17 الکترون با L مساوی 1 است، اتمی داره 17 الکترون با L مساوی 1 است، L1 یعنی P. P از کجا شروع میشه؟ از 2P. یعنی 2P6 رو که داشته، 3P6 هم که داشته، اینا رو با هم شد 12 تا. 5 تا دیگه بذارم روش بشه 17 تا. پس 4P5 هم دارم. عدد اتمی میخوای آرایش مینویسم تا برسم به 4P5. عدد اتمی میخوام آرایش مینویسم تا برسم به 4P5. میگم 4S2 که میشد 20 تا، F2 لایه قبل ندارم، 3D10 میشه 30 تا. آرایش بنویسم تا برسم به 4P5 35 تا. اگه 4P5 35 عدد اتمیش، 35 تا الکترون داره اتمش و تعداد پروتوناش هم 35 تاست، عدد اتمیش 35. پس اول اومدم دیدم تا کجا باید برم، بعد تا اونجا رفتم شمردم 20 تا 30 تا 35 تا، عدد اتمی 35. در آخرین لایه این آخرین لایه 2-5 چند الکترون داره؟ در آخرین لایه 7 الکترون داره. در آخرین زیلایه چند تا الکترون داره؟ 5 تا داره. چند الکترون ظرفیتی به پی خط شده؟ S و P لایه آخر میشه لایه ظرفیت. 2-5-7. من وایستادم. تمرین بعدی مال تو این همینا. مغزتو باز کن، از سدی شروع میشه، دی از سدی شروع میشه، شروع کن نوشتن.
بدایید به جامی بعد کار سهل منو ببین. خب ال دو یعنی دی 13 تا. خب باید ببینم دی از کجا شروع میشه. دی از سه دی شروع میشه، 13 تا باید بچینم. پس خب 10 تاش که توی سه دیه ادامه بدم، 4 دی 3. مگه نگفت 13 تا با ال دو؟ اول ببینی از کجا شروع میشه. دی از سه دی شروع میشه، 10 تاش که بذارم اینجا برم دی بعدی، 4 دی 3 تاشم بذارم اینجا، 12 خب شد 13. اول ببین تا کجا باید بری، بعد تا اونجا برو عددتو میشوی پره بیرون. یعنی آرایش بنویسم تا 4 دی 3 چشم، 4 اس 2 20 تا، اف دو لایه قبل ندارم، دی لایه قبل 30 تا، پی خودش 36 تا. این تا اینجا به پی خودش رسیدم، اس جدید میذارم 38 تا، اف دو لایه قبل ندارم، دی لایه قبل 3، 38 و 3 41، عدد اتمیش 41. پس اول میبینم تا کجا باید برم، بعد تا اونجا میرم میشمرم 41. بعدیش به جمعی میگه اتمی داره 23 الکترون با ال مساوی 2، لایه ظرفیتش چند الکترون داره؟ 23 تا الکترون با ال 2، ال 2 یعنی دی، 3 دیده ها که داشته، 4 دیده هم که داشته، این شد 20 تا. 23 داره میگه 5 دی 3 23، 10 دسته 23. پس بنویسم تا 5 دی 3 برم. 4 سو من میتونستم آرایش ننویسم بگم 5 الکترون ظرفیتی، میخوام یاد بگیری یه چیزیو. 4 اس 2 خب الان که اس گذاشتم، اف دولای قبل ندارم، دی لایه قبل، پی خودش، به پی خودش رسیدم، اس جدید میذارم، اس جدید، اف دولای قبل ندارم، دی لایه قبل، پی خودش، به پی خودش رسیدم، اس جدید، اف دولای قبل، دی لایه قبل، به اس خط شده، اس و پی آخر میشه لایه ظرفیت، به اس خط شده، اس و دی قبلش میشه لایه ظرف، من اشتباه گفتم بچه، به اس خط شده، اس و دی قبل میشه لایه ظرفیت. لایه ظرفیتش 5 این 3 تا و 2 تا چند الکترون داره؟ 5 الکترون داره. بعد یه چیزی هم بد نیست اشاره کنم، چرا برای واسطه ها دی رو هم جزء لایه ظرفیت میشمرن. نگاه کنی، ما وقتی مثلا میگیم FE 26 سه بار مثبت، من اول آرایش اتمش رو بنویسم، 4 است و 20 تا، 3 د 6 26 تا. وقتی سه بار مثبته اولین دوتا الکترون رو میکنن، بعد یه دونه الکترون هم از دیش میکنن، میشه 3 دی 5. چون عناصر واسطه در واکنشایی که تبدیل به کاتیون میشن دی رو هم توی اون واکنش شرکت میدن، برای عناصر واسطه دی جزء لایه ظرفیت به شمار میاد. من خواستم دلیل علمیشو بدونم. آخه بچه‌ها میگن لایه ظرفیت یعنی لایه آخر. نه، لایه آخر نیست. در واقع اون زیر لایه ظرفیت اون زیر لایه هایی که توی واکنش شرکت میکنه، که برای عناصر واسطه علاوه بر اس لایه آخر، دی قبلش هم میتونه توی واکنش شرکت کنه، مثل اف ای که سه بار مثبت میشه. چون دی تو واکنش شرکت میکنه، چون از دی خودش هم الکترون از دست میده، اونو جزء عناصر در واقع اونو جزء لایه ظرفیت میشمرن. پس برای اینکه خیلی هم راحت لایه ظرفیت تشخیص بدین، من یه رای گفتم، من خلاصتون کردم از این که دیگه بفهمید آیا واسطه هست آیا واسطه نیست، آیا دی قبل رو بگیرم دی قبل رو نگیرم. یه قاعده گفتم، اگه آخرش اس دیگه نمیخواد بفهمی واسطه هست یا نه، خودش درست در میاد. دیگه نمیخواد بفهمی واسطه هست یا نه، خودش درست در میاد. اگه آخرش اس بود اس آخر و دی قبل، پی بود اس و پی لایه آخر. این هم از
من یه یادآوری کردم که این لایه ظرفیت خیلی مهمه، خیلی پرتکرار تو سوالای کنکور. بریم تمرین 8 رو حل کنیم. من یه دقیقه وای میستم. اینه که میگم روش نوشتنمو یاد بگیر. خب میگه پاس بدین حل کنین، بعد حل منو ببینین. اتمی داره 7 الکترون با n به علاوه l مساوی 4. خب اگه n به علاوه l 4 گفتم l رو 0 بذار، n 4 میشه 4s. یه دونه کم یه دونه زیاد 3 1، 3p. یه دونه کم یه دونه زیاد 2 2 2d دیگه ندارم، ادامه نمیدم. آها، حالا لنگ اینه که آقا این 7 الکترون رو چطوری بچینم؟ دو تاشو بدم این، 5 تاشو بدم این، 6 تاشو بدم این، 1 شو بدم این. برای اینه که میگم این نوشتن رو رعایت کن. الکترونا رو از پایین بچین بریز تا بالا. پیچند از پایین، شروع میکنم پر کردن میرم بالا. از پایین بریز تا بالا. سپین باید 6 تا داشته باشه، یه دونه جامون، 4s هم باید 1 باشه. الان شد 7 الکترون. برای همینه که میگم شیوه نوشتارم رو رعایت کن، چون جلوتر باید سوال میخوام حل کنم. نگاه کن، از پایین الکترون ها رو میچینم میرم بالا. 7 رو قراره بچینم، 6 تاشو گذاشتم سپین تا پر، یه دونش موند گذاشتم تو 4s. 4s 1. میگه عدد اتمی ها چی میتونه باشه؟ یا 4s1 آدمیزاده، 4s1 معمولی، 4s2 که میشد 20. پس 4s1 میشه عدد اتمی 19، یعنی پتاسیم. یا 4s1 معمولیه، پتاسیم. آقا این که 3p6 نداره. بابا 3p6ش قبلش پر شده دیگه. بیا الان داره 1s2 2s2 2p6 3s3p6. اون 18 تا رو جا انداختم دیگه، این 18 تا رو ننوشتم، از 4s1ش نوشتم. الان داره، بیا این 18 تا، اینم یه دونه 19، هم 4s1 رو داره هم 3p6. یکیش که 4s1 معمولی عدد اتمیش میشه 19. دو جا بود که آفبا نمیتونست آرایش پیش بینی کنه و تبدیل میشد به s1. همیشه یادتون باشه S1 تله داره. S1 سه تا گونه میتونه باشه، خیلی هم تله قشنگی داره. در واقع از نارسایی آفبا توی تستا استفاده میشه. هر موقع دیدین S-تون یه دونه الکترون داره، به این فکر کنید که سه تا چیز مختلف میتونه باشه. یکی 4S1 معمولی، یکی اینجا رو نگاه، کروم 24. مگه نمی نویسی 4S2 3D 4، بعد میگی S2D4 نداریم 4S1 3D5؟ خب اینم که 4S1ه. میخوای اینو دوباره بنویسم براش؟ باور کنی که این 3P6 هم داره، اینم 4S1ه. مینویسم، بیا چون اولین تمرینشه مینویسم. 4S1 3D5 هم میتونه باشه که این میشه 24. تازه مثل 29 هم میتونه باشه، مثل 29 هم اگر آرایش بنویسیم میشه 4S2 3D9، این میشه 4S1 3D10. همه اینا اینم دارن، این پشتش هم بنویسم دیگه. 3S2 3P6 هم داره، 3S2 3P6 هم داره، نه ترس، اینو ما همیشه جا میندازیم. چیزی که میخوام یاد بگیری اینه، اینو میخوام یاد بگیری. ما سه مدل S1 داریم. S1 آدمیزاد، 4S1 عددش اتمی چنده؟ 4S2 میشد 20، 4S1 میشه 19. S1D5ش هم هست، 5 تا بهش اضافه کن به این 19 میشه 24، کروم 24. S1D10ش هم قبوله، 10 تا به این اضافه کن، چون این D10 اضافه شده دیگه، میشه 29. 19 به علاوه 10 29. پس سه تا گونه مختلف میتونه باشه، کای 19، کروم 24، مس 29. اگه به شما میگه S1 سه تا حالت داره، 4S1 خالی داریم، S1 3D5 داریم، 4S1 3D10 هم داریم. سه تا حالت مختلف میتونه باشه. بی شمار بار از این سوال کنکور داشتیم. S1 تله داره ها، S1 تله داره.
شروع کنیم. بعدیش من منتظر وایستادم. تمرین نو. خب میگه اتمی داره 9 الکترون با ال مساوی 0، یعنی یک استر اس 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 ال 0 اس، یعنی یک استر که داشته، دو استر هم که داشته، سه استر هم که داشته، چهار استر هم که داشته. این شد 8 تا. 2 2 2 4 2 تا 8 تا، 5 اس 1 هم داشته 9 تا. اوه اس 1 اس 1 تله داره. یکی خودشو بنویسم. اول فهمیدم تا کجا باید برم، الان تا اونجا میرم. 4 است و 20 تا، 3 دی 10، 30 تا پی خودش، 36 تا به پی خودش رسیدم، است جدید میذارم. 5 است 1، 37 تا. این هم میتونسته عدد اتمی 37 باشه. گفتم است 1 3 تا مدل داره، هم میتونسته 5 است 1 4 دی 5 باشه، عدد اتمی 42 باشه، هم میتونسته 5 است 1 4 دی 10 باشه، عدد اتمی 47 باشه. به طور قطع نمیتونیم بگیم 37 تا. هر ستای اینا قابل قبوله. من اول فهمیدم تا 5 اس 1 باید برم، رفتم دیدم 37، بعد گفتم آه 5 اس 1 4 دی 5 هم هست، 5 تا به این اضافه کن میشه 42، 5 اس 1 4 دی 10 هم هست، اس 1 اس 1 دی 5 اس 1 دی 10، 10 تا بهش اضافه کردم. این عدد اتمی ها میتونه باشه، روبیدیوم میتونه باشه، مولیبدن میتونه باشه، نقره 47 هم میتونه باشه. پس این عبارت یه عبارت نادرسته، به طور قطع نمیتونم بگم عدد اتمی 37. تمرین ده تمرین خوبیه با دقت. من یه دقیقه وایستادم منتظر شما. داره میگه عنصری داره 13 الکترون با N به علاوه L5. خانم گفتم شیوه نوشتاریت رو درست کن. Lش 0 میدم، Nش 5. N 5 L 0 5 S. یه دونه کم یه دونه زیاد، یه دونه کم یه دونه زیاد، 4 1 4 P. یه دونه کم یه دونه زیاد، 3 2 3 D. یه دونه کم یه دونه زیاد، 2 3 2 F. 2 F که دیگه ندارم، ادامه نمیدم. قرار 13 تا الکترون بچینم، گفتم از پایین میچینید میرید بالا، از پایین میچینید میرید بالا، شروع میکنم چیدن. این 13 تا الکترونه، 10 تاش که مال دی، دی تا تپر شد، 3 تاش مون، 3 تاش هم مال پی. آقا اس چی؟ بهش نرسید، بهش هم نرسید. گفتم این 13 میگه الکترون بچین، از پایین شروع میکنی چیدن تا بالا، اول 10 تاش که تا جایی که جا داره برای تی، بعد ادامه دادم سه تا مونده بود، سه تا رو گذاشتم تو پی، به اس نرسید. آرایش بنویسم. اول فهمیدم تا کجا برم، حالا تا اونجا میرم. یعنی تا چهار پیسه آرایش بنویس. چش چهار است و پیس تا اف دولای قبلی که وجود نداره، دی لایه قبل سدی دستی تا پی خودش چهار پیسه 33 تا لایه ظرفیت پرسیدی چون به پی خط شده، اس و پی لایه آخر 2 تا و 3 تا 5 الکترون. این هم از این تمرین. خوب توجه کن، سر رو بگیر بالا، یه مطلب مهمی یاد بدم. لایه چهارم لایه پنجم فقط نگاه میکنم، گوش بدین. لایه چهارم گفتیم لایه انوم ان زیر لایه داره، لایه چهارم چهار تا زیر لایه داره، چهار اس داره، چهار پی داره، چهار دی داره، چهار اف داره. لایه پنجم هم پنج تا زیر لایه داره، پنج اس داره، پنج پی داره، پنج دی داره، پنج اف داره، پنج جی داره. قبول دا اینجا؟ بیا ال بنویسیم ببینیم الش چه خبره. الش چه خبره؟ الاشون ال برای اس چنده؟ صفر. برای پی چنده؟ یک. برای دی چنده؟ دو. برای اف؟ سه. توی لایه پنجم ببینم ال چه خبره. از صفر اس صفر، پی یک، دی دوه، F3 G4. اینجا رو ببین، من هایلایت کنم که بهتر ببینی. توی هر لایه‌ای که باشیم، لایه چهارم L از صفر شروع میشه، صفر یک دو سه تا یه دونه کمتر از چهار. یه دونه کمتر از چهار چنده؟ سه.
توی لایه پنجم میگم L از صفر شروع میشه تا یه دونه کمترش چنده؟ چهار. صفر میتونه باشه، یک میتونه باشه، دو میتونه باشه، سه میتونه باشه، چهار هم میتونه باشه. توی لایه مثلا هشتم L از صفر شروع میشه تا یه دونه کمترش، تا هفت. نگاه کنیم مثلا یه لایه شیشم، من لایه شیشم هم بنویسم 6S 6P 6D 6F 6G 6H 6 تا زیر لایه داره، لایه شیشم 6 زیر لایه. L من از صفر شروع میشه تا یه دونه کمتر، از صفر شروع میشه تا یه دونه کمتر چنده؟ 5. 0 1 2 3 4 5. به چه دردی میخوره؟ الان میگم به چه دردی میخوره، باش میشه تستت. و از خودش هم سوال کنکور میاد. لایه انوم هرچه که باشد ان زیلایه دارد و زیلایه ها مقادیر الشون از صفر تا ان منهای یک، هم خود صفر هم خود ان منهای یک هم هست. یعنی مثلا تو لایه ان پنج الش از صفر هست تا یه دونه کمترش هم هست تا چهار. اینها یه دونه کمترش هم هست تا چهار. خب به چه دردی میخوره؟ یکی این که خودش سوال میاد، یکی این که مثلا میگه یه دونه سوال ببینیم، در اتم مثلا بروم 35 الکترونی با N4 و N5 حالا N3 و L3 وجود دارد. میگم غلطه. اگر N من 3 باشه، L من از 0 میتونه باشه تا یه دونه کمترش، تا 2. اگر N من 3، L من از 0 میتونه باشه تا 2. L من غلط میکنه تو لایه 0م 3 باشه، من که 3 F ندارم. باش میشه تستت، یه تست ازش ببینین، یه تمرین ازش ببینین. تمرین بعدی 3 تا 4 تا صحیح غلط فکر کنم، 3 تا یا 4 تا شروع کنین حل کردن. من منتظر شما. تمرین 11. خب میگه در هفتمین لایه الکترونی اتم عناصر 6 مقدار برای عدد کوانتومی L وجود داره. تو لایه هفتم N7 L میتونه از 0 باشه تا یه دونه کمترش، یعنی 6. یعنی 0 میتونه باشه، 1 میتونه باشه، 2 میتونه باشه، 3 4 5 6. خب میخوام ببینم چند تا مقدار مختلفه. یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، شش تا، هفت مقدار مختلفه. سوال کنکور تجربی 97 بوده. هفت مقدار مختلفه، نه شش مقدار. اون میدونی چی کار کرده؟ اون میدونسته تو میای میگی خب از صفر میتونه باشه تا شش، برای تله شش رو گذاشته. ولی خود صفر هم که یه مقداره. تو اومدی فقط اینا رو شماردی، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. صفر که صفر چی پس؟ صفر هم مقدار حساب میشه. یه مقدار، دو مقدار، سه مقدار، چهار مقدار، پنج مقدار، شش مقدار، هفت مقدار مختلف وجود داره. درسته که از صفر شروع میشه تا یه دونه کمترش، ولی صفر هم آدمه، صفر هم یه دونه مقداره. ال صفر هم داریم، هفت مقدار مختلف وجود دارد. ال تو لایه هفتم از صفر میتونه باشه تا یه دونه کمترش، خود صفر هم بشمر. در اتم سزیوم 55 در حالت پایه الکترونی با عدد کوانتومی N4L4، اگه N4 L میتونه از 0 با تا یه دونه کمترش تا 3. میگم اگر N4 L میتونه از 0 باشه تا یه دونه کمترش، یعنی تو لایه 4 L نمیتونه 4 باشه، L4 وجود نداره. اینها L من 0 میتونه باشه، 1 میتونه باشه، 2 میتونه باشه، 3 میتونه باشه. Lی که برای من میتونه توی لایه 4 وجود داشته باشه ایناست. L4 دیگه چیه؟ L4 وجود ندارد؟ بله وجود ندارد. N4 و L4 تو لایه 4 وجود
نداره. در اتم سلنیوم 34 در حالت پایه الکترونی و عدد کوانتومی N4L2، اگه N4 باشه L میتونه از 0 باشه تا یه دونه کمترش یعنی 3، L من میتونه 0 باشه، میتونه 1 باشه، میتونه 2 باشه، میتونه 3. پس اگه N4 L میتونه 2 باشه، بله منظورش کیه؟ منظورش 4Dه. من باید ببینم توی سلنیوم 34 4D دارم یا نه. خب آرایش می نویسم برای سلنیوم 34 420 تا اف دو لایه قبل ندارم، دی لایه قبل 310 تا 4P4 34 تا، من 4D هنوز الکترون نگرفته. این دو تا سوال با هم فرق می کنن. ما زی لایه با N4 و L4 اصلا نداریم، سریع ردش کردم گفتم وجود نداره. بله حق با تو. این یکی وقتی دیدم N4L2 دارم یعنی 4D دارم، باید ببینم که توی اتم سلنیوم 34 4D وجود داره یا نه. توی اتم سلنیوم 34 که آرایش نوشتم 4D وجود داره؟ نه وجود نداره. پس این که گفته وجود نداره درسته. پس یه چیز دیگه ای هم چک کنید، اگر اون زیلایه وجود داشت ببینید که الکترون گرفته یا نه. این الکترون نگرفته تو سلنیوم 34، چه میدونم شاید تو رادون 86 4D وجود داشته باشه ولی تو سلنیوم 34 نه. اما بحث بعدی اون سطح انرژی زیلایه قبل از پر شدن. خب حالا رسیدیم به اونجا که میخواستم بهتون بگم که چرا آفبا ادعا میکرد زیلایه به ترتیب اون فلشا پر میشه. سطح انرژی زیلایه قبل از پر شدن رو قبل از پر شدن رو باید با هم یاد بگیریم که انرژی یک الکترون به چی بستگی داره، انرژی یک زیلایه به چی بستگی داره. نگاه کنی، اولین چیزی که باید بدونی در اغلب ذرات استثناء داره، اون هیدروژن یکی یک یا ذرات تک الکترونی هست که قلمچی یه بار سوال آورده، من حالا اغلب ذرات از لحاظ علمی گذاشتم، اهمیتی نداره بچه ها، یعنی قلمچی سوال آورده اشتباه کرده، من اصلا راجعش اشاره‌ای نخواهم کرد که شما اشتباه نکنی. سطح انرژی هر زیلایه هم به N بستگی داره هم به N به علاوه L. هر چقدر N به علاوه Lمون بیشتر باشه انرژی زیلایه‌مون بیشتره. یعنی چی؟ یعنی به شما میگه 4D 5F یا مثلا 4D و 4F، ساده مثال بزنم، میگه انرژیشون رو مقایسه کن. میگم چشم، انرژیشون به N به علاوه Lشون بستگی داره. Nش که 4، Lش هم 2، 4 و 2 6، Nش 4، Lش 3 6، 4 و 3 7. من اول اومدم N به علاوه L برای هر دو حساب کردم، 4 و 2 6، 4 و 3 7. N به علاوه L بیشتر، انرژی زیلایه بیشتر. N به علاوه L بیشتر، انرژی زیلایه بیشتر. یه مثال دیگه ببینیم، چند تا مثال براتون بزنم. مثلا به این میگه که 5P دارم با 4F، میگه انرژی اینا رو مقایسه کن. میگم چشم، 5 با 1 میشه 6، 4 با 3 میشه 7. N به علاوه Lش بیشتره، انرژیش بیشتره. انرژی یک زیلایه یا الکترون با N به علاوه L رابطه مستقیم داره. N به علاوه L بیشتر، انرژی بیشتر. این از این. آقا اگه N به علاوه L یکسان شد چی؟ منظورم اینه که مثلا اگر گفت 4F و 5D چی؟ آقا اینو چی کار میکنی؟ میگم اینم میشه جواب داد. N به علاوه L 4 و 3 7، 5 و 2 7. این انرژی همون N به علاوه Lمون 7ه، N به علاوه Lمون 7ه. اگر N به علاوه L برای دو یا چند زیلایه یکسان باشد، زیلایه با N بزرگتر انرژی بیشتر. اگر N به علاوه L یکسان باشه اون موقع میگم N بزرگتر انرژی بیشتر. حواست اینجاست؟ میگه اول N به علاوه L حساب میکنی، N به علاوه L،
n به علاوه n بیشتر باشه انرژی بیشتره. پس حواست به متن کتاب درسی باشه که انرژی یک زیلایه فقط به عدد کوانتومی اصلی وابسته نیست، هم به عدد کوانتومی اصلی وابسته است، هم به عدد کوانتومی فرعی وابسته است. یعنی هر دو عدد کوانتومی ما، هر دو عدد کوانتومی ما تو تعیین انرژی نقش داره، هم به انرژی، سطح انرژی، هم به n بستگی داره، هم به l بستگی داره. n به علاوه l بیشتر باشه انرژی زیلایه بیشتره. حالا اگه n به علاوه l برای چند زیلایه یکسان بود، اون موقع میرم سراغ اناش. اول n به علاوه l، بعد اناش. انش نسبت انش 5، انش 4. اگه ان به علاوه ال یکسان بود، زیلایه‌ای که ان بزرگتر داره انرژی بیشتری داره، پس 5 دی بیشتر از 4. یه مثال دیگه ببینید، مثلا میگه 8 جی 7 اف. 7 و 3 خب نه برعکس نوشتم، یه دقیقه، 6 جی 7 اف. 7 و 3 10، n به علاوه l دارم حساب میکنم. 6 و 4 10. اگر n به علاوه l یکسان بود، اونی که n بزرگتری داره انرژیش هم بیشتره. این از بحث انرژی قبل از پر شدن. حالا برمیگردم به این کلمه قبل از پر شدن. بعد حالا میتونه ازم اون پایداری بپرسه. نگاه کنین، من پاک کنم اینا رو، راجع پایداری هم صحبت کنم، راجع پایداری هم صحبت کنم. بچه پایداری با انرژی رابطهش برعکسه. پایداری با انرژی رابطهش برعکسه. یعنی اگر 4D انرژی کمتری داره، انرژی کمتر پایداری بیشتر. به شما چطوری سوال میده؟ به شما سوال میده که باز نگاه کنین، من مثالای خوب بزنم یه چند تا. این مطلبی که دارم درس میدم خیلی مطلب مهمیه. به من میگه پایداری مقایسه کن. میگم خب برای کی و کی؟ میگه برای مثلا 5G و مثلا 6D. میگم باشه، اول من پایداری نمیتونم مستقیما بررسی کنم، اول میرم سراغ انرژیشون، بذار ببینم انرژیشون چیه. انرژیشون هرچی بود برعکس میکنم، چون انرژی با پایداری رابطه عکس داره. انرژیاشون 5G داریم و 6D. من باید n به علاوه l حساب کنم. 5 و 4 n به علاوه l 9، 6 و 2 n به علاوه l 8. n به علاوه l اولویت n به علاوه l. n به علاوه l 9، n به علاوه l 8. n به علاوه l بیشتر، n به علاوه l بیشتر انرژی بیشتر، n به علاوه l بیشتر انرژی بیشتر. 9 از 8 n به علاوه lش بیشتره، پس انرژیش بیشتره، اون اولویته. حالا اگر انرژیمون اینه، پایداری برعکس. خب آقا اینا به چه دردی میخوره؟ آها، میتونیم الان بریم برگردم دلیل اینکه آف با میگفت زیلایا اینطوری پر میشد رو توضیح بدم بهتون. نگاه کنیم، بیایید برای این زیلایایی که آفا ازش حرف میزنه n به علاوه l بنویسیم. برای یک s nش یک، l صفره، n به علاوه l یک به علاوه صفر میشه یک. برای دو s nش دو، lش صفره، دو به علاوه صفر میشه دو. برای دو پی و سه s n به علاوه l میشه دو یک سه، سه و صفر سه. n به علاوه l برای 3p و 4s 3 و 1 4، 4 و 0 4. به همین ترتیب 5 6 7 8. شکل کتاب درسی ها ببین چه خفنه. گفتیم هر چقدر n به علاوه l بیشتر باشه انرژی بیشتره، هر چقدر n به علاوه l کمتر باشه انرژی کمتره. الان بین همه اینایی که میبینین، کمترین انرژی رو کی داره؟ اونی که کمترین n به علاوه l رو داره، یعنی n به علاوه lش یکه، n به علاوه l کمتر، انرژی کمتر، انرژی کمتر، انرژی کمتر، پایداری بیشتر.
و آفا ادعا میکنه زیلایه‌ای که انرژی کمتری داره یعنی پایدارتر زودتر از الکترون پر میشه. میخوام اینا رو از الکترون پر کنم. آفا ادعا میکنه زیلایه‌ای که انرژی کمتری داره پایداری بیشتری داره زودتر از الکترون پر میشه. بین همه این زیلایه‌هایی که میبینید N به علاوه L یک از همه کمتره، پس این انرژیش از همه کمتره، پایداریش از همه بیشتره. خب اگر از همه پایدارتره اول این پر میشه، بعدش میرسم به این، بعد این پر میشه. زیلایه هر چقدر پایدارتر باشه سریعتر پر میشه. بعد مثلا یه مثال بین اینا بزنم، بین 5F و 6D و 7P و 8S N به علاوه Lشون یکسانه. اگر N به علاوه L برای چند زیلایه یکسان بود، اونی که N بیشتری داره انرژی بیشتری داره، اونی که N کمتری داره انرژی کمتری داره. الان بین اینا که N به علاوه L همشون چنده؟ 8. N به علاوه L همشون چیه؟ یکسانه. اونی که N کوچیکتری داره انرژی کمتری داره، پایداری بیشتری داره، زودتر از همه پر میشه. برای همینه که اول F دو لایه قبل پر میشه، بعد D لایه قبل، بعد میرسه به P خودش. برای همینه که قاعده آفا اینطوریه. قاعده آفا ادعا میکنه انرژی کمتر، پایداری بیشتر، زیلایه‌ای که پایدارتره اول از همه پر میشه. الان میتونم راجع به سدی و چارس با تون صحبت کنم. سدی چار اس، خب سدی و چارس اول انرژی قبل از پر شدن، اول انرژی قبل از پر شدن. من بیاید N به علاوه L حساب کنم. N به علاوه L 3 و 2 5 4 و 0 4. انرژی سدی بیشتره، پس پایداری رابطش برعکسه، پایداری چارس بیشتر از سدی. و آفبا ادعا میکنه که زیلایه‌ای که پایداریش بیشتره، ترتیب پر شدن، ترتیب پر شدن بنویسیم. آفبا ادعا میکنه که زیلایه‌ای که پایداریش بیشتره زودتر پر میشه. برای همینی که اول چارس پر میشد بعدش سدی. پس انرژی قبل از پر شدن به چی بستگی داره؟ N به علاوه L. N به علاوه L شما بیشتر باشه، N به علاوه L شما بیشتر باشه انرژی بیشتر. انرژی با پایداری چه رابطه‌ای داره؟ رابطه عکس. فلشو برگردون برعکس. الان بین چارس، اولا که چارس انرژیش کمتره، پایداریش بیشتره، زیلایه‌ای که پایدارتره زودتر الکترون میگیره. این اون چیزیه که کتاب درسی از شما میخواسته یاد بگیرید و من برگشتم به قاعده آفا و توجیه کردم که چرا چارس باید زودتر از سدی پر بشه. چون چارس N به علاوه L کمتری داره، انرژی کمتری داره، پایداری بیشتری داره، نسبت به سدی زودتر پر میشه. و میتونه چه سوالی از شما بپرسه؟ یه تمرین خیلی خوب داریم، یه تمرین خیلی خوب داریم با هم شروع کنیم حل کردن. سه تا صحیح غلطه، کدوم مقایسه درسته؟ سر رو بگیر بالا، خوب گوش بده. اول N به علاوه L محاسبه میکنیم. N به علاوه L بیشتر، انرژی بیشتر. بعد اگر N به علاوه L یکسان بود، اونی که N بزرگتری داره انرژی بیشتری داره. بعد انرژی رو برعکس میکنید، چون با پایداری رابطه عکس داره، میفهمید کی پایدارتره؟ اونی که پایدارتره زودتر پر میشه. مثلا این سوال میتونه تو کنکور بپرسه، خیلی سوال قشنگی هم هستا، میتونه گیرتون بندازه. من یه دقیقه صبر میکنم شما حل کنید، بعد حل منو ببینید. خب بریم شروع کنیم حل کردن. سطح انرژی قبل از پر شدن به N به علاوه L بستگی داره. بین زیلایه‌ای که گفته من ببینم 5D N به علاوه Lش 5 و 2 7 4 و 3 7 5 و 1 6 6 و 0 6. خب تا الان N به علاوه L نوشتم براشون، میخوام انرژی مقایسه کنم. اینایی که N به علاوه Lشون بیشتره انرژیشون فعلا بیشتره. حالا بین این دوتا که گیر کردم
اول میرم سراغ N به علاوه L. N به علاوه L بیشتر، انرژی بیشتر. این دوتا نسبت به این دوتا انرژی بیشتری دارن. حالا بین خودشون، بین خودشون اونی که N بزرگتری داره انرژی بیشتری داره. بین 5D و 4F N بزرگتر، انرژی بیشتر. تا الان شد 5D بیشتر از 4F. حالا برم سراغ بقیهش. بین شما دوتا 5P و 6F N بزرگتر، انرژی بیشتر. بین 5P و 6S، بین 5P و 6S اگر N به علاوه L یکسان بود میرم سراغ چی؟ N. N بیشتر، انرژی بیشتر. 6S انرژیش از 5P بیشتر خواهد بود. پس این مقایسه اولش نادرست، غلط. جای این دوتا باید عوض میشه. بریم مقایسه بعدی. راجع پایداری پرسیده، راجع پایداری. من تو کتم نمیره پایداری، من اول باید انرژی مقایسه کنم بعد برای پایداری برعکسش کنم. بین اینا N به علاوه L 6 و 3 9 7 و 1 8 8 و 0 8 اول انرژی. اینی که N به علاوه L بیشتری داره انرژی بیشتری داره، تکلیفش مشخصه. 6F بیشتر فعلا. بریم سراغ بقیه. بین اون دوتایی که N به علاوه L یکسان دارن N بزرگتر، انرژی بیشتر. بین اونایی که N به علاوه L یکسان دارن N بزرگتر، 8 از 7 بزرگتر، انرژی بیشتر. 8S در نهایت هم 7P. نگاه کنید این N به علاوه Lش 9 بوده، این N به علاوه L 8 بوده. یه بار دیگه هرچی N به علاوه L بیشتر باشه انرژی زیرلایه بیشتره. اینا N به علاوه L بیشتره، انرژی زیرلایه بیشتره. 9-8. اگر N به علاوه L یکسان بود اون موقع N به علاوه L هر دوتاشون 8ه، میگم اونی که N بزرگتری داره 8 نسبت به 7 انرژی بیشتری داره. این از انرژی، پایداریش میشه بر عکس. رابطه انرژی و پایداری یه رابطه عکسه. خب همونی که نوشته بودم 6F 8S 7B، همونا رو دوباره زیرش نوشتم، فلش ها رو برعکس کردم. این فلش برگشت، این فلش هم برگشت. 7B از همه انرژیش کمتره، انرژیش کمتره، پایداریش بیشتره. پس 7P پایدارتر از به این ترتیب غلط بوده دیگه. باید جای 7P با این، در واقع جای این دوتا باید عوض بشه. این 7P بیاد اول، بعد 6F هم بیاد این آخر که بشه 7P 8S 6F. این هم از این ترتیب هم یه ترتیب نادرستی بود و غلط. اما بریم سراغ عبارت آخرمون. ترتیب پر شدن. من باز هم میرم سراغ انرژی. هشت و صفر هشت، پنج و چار نه، شیش و سه نه. اول انرژی مقایسه کنم. ببینید اینایی که N به علاوه Lشون نه، انرژی بیشتری دارن قاعدتاً. پس اول 6F 5G آخرم 8S. اینا N به علاوه Lشون 9، پس انرژیشون نسبت به اینی که N به علاوه Lش 8 بیشتره. حالا بین خودشون N به علاوه Lشون یکی باشه N بیشتر، انرژی بیشتر. این از انرژیشون. پایداری رابطش برعکسه، پایداری رابطش عکسه. پایداری میشه 8S بیشتر از 5G بیشتر از 6F. هرچی پایدارتره زودتر پر میشه. پس اول 8S پر میشه، بعد 5G پر میشه، در آخر هم 6F. این میشه ترتیب پر شدن. شما جی رو بلد نبودی ولی تونستی مقایسه کنی طبق فهمی که از کتاب درسی داری. پس اگر ترتیب پر شدن پرسید از جی، میای انرژی مقایسه میکنی، انرژی رو برعکس میکنی پایداری. آف با به شما میگه که زیرلایه، ادعا میکنه زیرلایه‌ای که پایداری بیشتری داره زودتر از همه پر میشه. پس اول 8S پر میشه، بعد 5G، بعد 6F.
من یه بحثی هم بگم، اینا هم زیاد مطرح نیست ولی دیدم گزینه دو ازش سوال اومده. اگه بگه سطح انرژی قبل از پر شدن برای چارس و سدی مقایسه کنیم، N به علاوه Lش 5، N به علاوه Lش 4، میگیم سطح انرژی سدی از چارس بالاتره. ولی اگه بگه سطح انرژی بعد از پر شدن، ما وقتی می نوشتیم می گفتیم 4 + 2 = 10. بعد از پر شدن یادتون باشه بچه ها، بعد از پر شدن آخرین زیلایه بیشترین انرژی رو داره. بعد از پر شدن هرچه از هسته دور شوید انرژی بیشتر می شود. یعنی اگه بگه بعد از پر شدن 4 + 3 مقایسه کن، 4 + 3 مقایسه کن، من بخوام آرایش بنویسم این شکلیه دیگه. نگاه کنین، من یه آرایش تا 4 + 3 بنویسم، 1 + 2 + 2 پشیش، 3 + 3 پشیش، 4 + 2 می نویسیم و 3 + 10. بعد از پر شدن هر چقدر از هسته دورتر بشین انرژی بیشتر. من راجع قبل از پر شدن این صحبت کردم، N به علاوه L بیشتر باشه انرژی بیشتره، یعنی سطح انرژی قبل از پر شدن سدی بیشتر از چارست. ولی بعد از پر شدن هرچی از هسته دور بشیم انرژی بیشتر میشه، هرچی از هسته دارم دور میشم انرژی بیشتر میشه. و بعد از پر شدن آخرین زیلایه من الان چارست دیگه، از هسته دورتره، انرژیش از سدی بیشتره. این نکته ایه که نگاه کنیم، این 4S بود قبل از پر شدن، این 3D سطح انرژیشون قبل از پر شدن، این 4S، این 3D. 3D وقتی الکترون میگیره میاد توی لایه خودش میشینه و سطح انرژیش میاد پایین تر. پس یادتون باشه این چیزی که گفتم N به علاوه L سطح انرژی قبل از پر شدن، 3D بیشتر از 4S. بعد از پر شدن هرچی از هسته دورتر بشین انرژی بیشتر میشه. بعد از پر شدن اولش 4S، 3D. 3D به معنی این که الکترون میگیره میاد تو لایه خودش میشینه، انرژیش میاد پایین. و باید بدونین بعد از پر شدن هرچی از هسته دورتر بشین انرژی بیشتر میشه، انرژی 4S از 3D بیشتر. پس سطح انرژی قبل از پر شدن به چی بستگی داره؟ به N به علاوه L قبل از پر شدن. بعد از پر شدن به چی بستگی داره؟ فاصله از هسته، هر چقدر از هسته دورتر بشه انرژی بیشتری هم خواهد داشت. ولی میگم این نکته کتاب درسی شما نیست، تو مبتکران هست و گزینه دو. من بیشتر اون چیزی که مد نظرم هست یاد بگیرین همون سطح انرژی قبل از پر شدنه، که انرژی در قدم اول به N به علاوه L بستگی داره. N به علاوه L بیشتر، انرژی بیشتر. اگه N به علاوه L یکسان بود، N بیشتر، انرژی بیشتر. پس حواستون باشه انرژی هم به عدد کوانتومی اصلی وابسته است، هم به عدد کوانتومی فرعی. بریم بحث رو جمع‌بندیمون کنیم و تموم کنیم بحث رو. خب تا الان چی یاد گرفتیم؟ میخوایم ببینیم که آقا اصلا کلن چی یاد گرفتیم. عدد کوانتومی اصلی به ما چی میگفت؟ به ما لایه الکترون رو میگفت، لایه الکترون یا زیلایه رو میگفت. مثلا میگفتی 4D، میفهمیدی تو لایه 4مه. بعد سطح انرژی الکترون یا زیلایه به عدد کوانتومی اصلی وابسته است، N بیشتر بشه سطح انرژی الکترون یا زیلایه هم بیشتر میشه. فاصله از هسته هم بهمون میگه هرچه N بیشتر باشه فاصله الکترون یا زیلایه از هسته هم بیشتر میشه. اینا رو که با هم یاد گرفتیم، لایه انوم N تا زیلایه دارم یاد گرفتیم. فقط موند این لایه انوم 2N2 الکترون داره. یعنی چی؟ مثلا یه لایه مثال بزنم، لایه 4م 4 تا زیلایه داره، 4S داره، 4P داره، 4D داره، 4F داره. این 2 تا جا میگیره، این 6 تا، این 10 تا، این 14 تا. همه رو با هم جمع کنید، 2, 6, 10, 18 و 14 میشه 32 الکترون. این بیشینه گنجایش یک لایه از الکترونه. میتونستیم آقا سریعتر به دستش بیاریم؟ بله، از رابطه 2N2 هم میشد به دستش آورد.
اینو بذارید راجع به چه لایه‌ای دارم صحبت میکنم؟ راجع به لایه چهارم دارم صحبت میکنم. اینو بذارید چهار، دو در چهار بتوانه دو، دو در 16 میشه 32 الکترون. پس اینی که یاد گرفتیم دو ان دو میشه پیشینه گنجایش الکترون در هر لایه. مثلا بگه تو لایه پنجم تا ته الکترون بچینیم چقدر جا میگیره؟ میگم دو در پنج به توان دو، دو تا 25 تا میشه 50 تا. حالا باز بحث میکنم راجبش. عدد کوانتومی فرعی زیر لایه الکترون رو میگفت. سطح انرژی به n به علاوه l بستگی داره. سطح انرژی الکترون یا زیر لایه هم مشخص میکرد. زیر لایه الوم هم حد اکثر 4 l به علاوه 2 الکترون داشت. این هم یه جمع‌بندی. مثلا نگاه کنی لایه پنجم 5 زیر لایه داره، لایه انوم n زیر لایه داره، 5 s داره، 5 p داره، 5 d داره، 5 f 5 g که الش یا عدد کوانتومی فرعیش از 0 شروع میشد تا یه دونه کمترش تا 4 و حتی اکثر تعداد الکترون در لایه از رابطه 2 در n 2 به دست میاد. n امونو به توان 2 برسونید، 5 به توان 2 25، ضرب در 2 کنید میشه 50، که اگه همه این زیر لایه‌هامون پر بشه کلا 50 تا الکترون جا میگیره. اینم از این. اینم نگاه کنید این شکل کتاب درسیتون داره فاصله از هسته رو نشون میده بعد از پر شدن. بعد از پر شدن میگه اول یک اس، بعد دو اس و دو پی، بعد سه اس پی سه دی، بعد چهار اس چهار پی چهار دی چهار اف. این رو باید یاد بگیریم، این رو باید یاد بگیریم که بعد از پر شدن 4s نسبت به 3d، بعد از پر شدن انرژی بیشتری داره که راجعش کامل بحث کردم. یکی از این ترمینا رو خودم حل میکنم، 4 تاشو شما خوب نگاه کنید. یه شکلایی به شما میدن که تو این شکلا زیاد مشخص نیست، من یه ذره زوم کمتر کنم فکر کنم بهتر مشخص بشه. یه بخشای پررنگی میبینید، این بخشای پررنگ مسیر حرکت الکترون نیست بچه ها. یه اصلی داریم تحت عنوان اصل عدم قطعیت هایزنبرگ. هایزنبرگ ادعا میکنه که من نمیتونم هیچ وقت بگم مسیر الکترون چطوریه، چون اولا این الکترون انقدر کوچیکه که نمیبینیمش، اگه بخوایم ببینیمش باید روش نور بندازیم، نور بندازیم انرژی میگیره، مسیر حرکتش عوض میشه. پس هیچ وقت هیچ کسی طبق اصل عدم قطعیت هایزنبرگ از مسیر الکترون خبر نداره، نمیدونه الکترون مربعی میچرخه، دایره‌ای میچرخه، مثلثی میچرخه، چطوری میچرخه. هیچ وقت هیچ کس نمیتونه راجع به مسیر حرکتش صحبت کنه. نمیتونم بگم مسیر حرکتش چطوریه، دایره‌ایه یا نه، ولی میتونم راجع به احتمال حضور الکترون صحبت کنم. این بخشای پررنگ جاهایی رو نشون میده که الکترون بیشتر وقت خودش رو اونجا سپری میکنه، که الکترون احتمال حضورش اونجا بیشتره. این بخشای پررنگی که میبینید بخشایی که الکترون احتمال حضورش بیشتره، یعنی پاتوقشه. یعنی نمیدونی که مثلا الکترون میگه 7-8 تا پاتوق داره، تو نمیدونی که مثلا به چه ترتیبی این پاتوقا رو میچرخه، ولی میدونی که بیشتر تو این پاتوق هاست، بیشتر مثلا تو این کافه هاست. خب این بخشای پررنگ مسیر حرکت الکترون نیست، الکترون دایره‌ای نمیچرخه. الکترون یه لحظه اینجاست، ممکنه یه لحظه اینجا باشه، ممکنه یه لحظه اینجا باشه، ممکنه دوره یه لحظه اینجا باشه، لحظه بعدش دایره ای نمیچرخه، ولی بیشتر احتمال حضورش تو این بخش پررنگه، که این بخش پررنگ لایه و زیر لایه گفته میشه، که خود این بخش لایه میتونه به بخش دیگه تقسیم بشه. به شما سوال خارج کشور پارسال داشته، خیلی احتمال اینکه ازش سوال مطرح شه زیاده. ببینید بخش پررنگ اول، من زوم کردم یه ذره قلمم نازک کنم، بخش پررنگ اول میشه لایه اول، بخش پررنگ دوم میشه لایه دوم، بخش پررنگ سوم میشه لایه سوم، بخش پررنگ چهارم میشه لایه چهارم. اینجا اونجاییه که احتمال حضور الکترون بیشتره. این سوال داره اشاره میکنه که توی لایه سوم شما 12 الکترون دارید، توی لایه چهارم شما 2 الکترون دارید. اینا بخش پررنگ اول، بخش پررنگ دوم، بخش پررنگ سوم گفته 12 الکترون، بخش پررنگ چهارم گفته 2 الکترون. خب
پس باید توی لایه سوم من 12 الکترون باشه. A یعنی 3 استوب باشه، 3 پشیش باشه. تا الان شد چند تا؟ 8 تا. چند تا مونده به 12 برسم؟ 4 تا. 3 دی 4 هم باشه. توی لایه چهارم هم گفته 2 الکترون باشه، 4 استوب باشه. آیا این آرایش استو دی 4 توی لایه سوم گفته بود 12 الکترون؟ شروع کردم 12 تا چیدن، کاری به آفا ندارم. 2 تا، 8 تا، 12 تا. توی لایه چهارم 2 تا، 4 استو. ما استو دی 4 داریم، آیا آرایش پایداریه؟ خیر. پس این یک آرایش پایدار نیست. من یه دقیقه منتظر میمونم این چهار تا کره بعدی رو خودتون انجام بدین. سوال کنکور پارسال داشته، با هم میبینیمش جلوتر. سوال خارج کشور این شکل بسیار مهمه با توجه به اینکه تمرین دوره یه کتابتونم هست. خب بعد اینکه پاس ورد دی این پاس دادین، تمرین رو حل کردیم، بعد حل منو ببینین. این لایه اولش، ببین این لایه اولش، لایه 1، لایه 2، لایه 3، لایه 4 میگه تو لایه 3 15 تا الکترون بچینیم باشه. 3 استو رو داره، 3 پشیش رو داره، 8 تا، 3 دی 7 هم داره. این 15 تا الکترون که تو لایه 3 باید باشه، 2 تا الکترون هم تو لایه 4 هم، 4 استو 3 دی 7 هیچ مشکلی نداره، یا آرایش پای داره. بریم سراغ 3. میگه 1 2 3 4 میگه لایه 3 هم 13 الکترون میگم باشه. 3 استو رو داره، 3 پشیش رو داره، این شد 8 تا، 3 دی 5 هم داره شد 13 تا. لایه 4 هم یه دونه الکترون، لایه 4 همش 4 اس 1، 4 اس 1 3 دی 5 آرایش پایداریه. این در واقع یه اس تو دی 4 بوده که پایدار شده، اس 1 دی 5 نوشته. اس 1 دی 5 هم مشکلی نداره، درست. بعدیشو ببینیم، میگه 1 2 3 4 لایه 3 هم 17 الکترون، 3 اس 2 3 پ 6 این شد 8 تا، 3 دی 9 17 تا، 4 اس 2 هم که 4 تا تو لایه 4 همش، تو لایه 4 همش 2 تا الکترونه. ما اس 2 دی 9 نداریم، اس 2 دی 9 آرایش پایداری نیست، پس این غلطه، این آرایش پایدار نمیتونه باشه. آخریش 3 اس 2 3 پ 6 بگم اول 1 2 3 4 لایه 3 همش 8 الکترون داره، پس 3 اس 2 3 پ 6 لایه 4 همش هم یه الکترون داره. این 4 اس 1 که خالیه، 4 اس 1 که خالی داریم، این آرایش پتاسیم 19 مشکلی نداره. و با این ترتیب عبارت های 1 و 4 اش که شد اس 2 دی 4، اس 2 دی 9 آرایش پایداری نیست، ولی بقیه‌اش مشکلی نداشته. بریم تست بعدی رو حل کنیم. من یه دقیقه وای میستم، شما حل کنید، بعد خودم حل میکنم. پاس بدیم بعد حل من رو ببینیم. خب اگر در اتم آ تعداد الکترون هایی در زیر لایه با عدد کوانتومی 3 یعنی لایه 3 دو برابر تعداد الکترون هایی در زیر لایه با عدد کوانتومی 2 یعنی لایه 2 باشه، لایه 2 بچه ها پرپرش چند تاست؟ دو استو لایه دوم دو زیر لایه داره، دو استو دو پی رو داره و این اول پر میشد دیگه. پر شدنش اینطوری بود که دو استو دو پشیش. لایه دوم چند تا الکترون جا میشه؟ لایه دوم 8 الکترون جا میشه. دو تا اینجاست، 6 تا اینجا. میخوام ببینم چند تا الکترون تو لایه اول قرار، اول تو لایه دوم قرار میگیره. میگم لایه دوم دو تا زیر لایه داره، دو استو دو پی رو داره. بعد لایه دوم قبل از لایه سوم پر میشه، دو اس دو دو پ 6 پر شد، چند تا الکترون؟ 8 تا الکترون. حالا میگه لایه سومت باید تعداد الکترون هاش، اینا تعداد الکترون هاش دو برابر این باشه. دو برابر کنید 8 تا، یعنی لایه سومت باید تعداد الکترون هاش چند تا باشه؟ من با آبی بنویسم، یعنی لایه سومت تعداد الکترون هاش باید دو برابر باشه، به جای 80 دو برابر باید باشه، باید 16 تا باشه. پس تو لایه سوم هم باید 16 الکترون داشته باشم؟ باشه. یعنی 3s2 رو داشته باشم، 3p6 رو داشته باشم، این که شد 8 تا. آها 3d8 هم داشته باشم، این شد 16 تا.
آها، پس بعد آرایش عنصری بنویسم که به 3D8 برسه. پس از اول با من باش. میگه تعداد الکترونای لایه سوم هم دو برابر لایه دوممه. لایه دوم زودتر پر میشه، پر که میشه 8 جا میگیره. لایه سوم بخوام دو برابر باشه باید 16 تا جا بگیره. خب میگم پس 3S رو داشته، 3P رو داشته، این که 8 تا 3D8 هم داشت 16. آها، پس آرایش عنصری رو باید بنویسم که 3D8 بشه. میگم خب 4S2 3D8، این همون عنصریه که من میخوام، این همون عنصریه که میخوام، اتم آه. خب میگه تعداد الکترون ظرفیتی آن، من آرایش آ رو کامل بنویسم که شما ببینید. آرایش آ رو کامل بنویسم ببینید. یک استر که داشته، 2S2 2P6 رو داشته، 3S2 3P6 هم که داشته. بعد اومدیم ما از 4S2 شروع کردیم، گفتیم 4S2 3D8. الان اینجا 18 تا الکترونه، ببخشید 16 تا الکترونه، اینجا هم 8 تا الکترونه. الکترون های لایه سوم هم دو برابر لایه دوم، این عنصر آس. بعد میگه الکترون های ظرفیتی اگر به اس ختم شده، من اینجا رو خلوت کنم، اگر به اس ختم شده، اس و دی قبلش میشه الکترون های ظرفیتیش 10 تا. الکترون هایی که با ال 2 میشه دی اون، دی اون هست 8 تا، میشه 10 هشتم، میشه 1 و 25. تعداد الکترون های ظرفیتیش 10 تا بود، تعداد الکترون های ال 2 دیش 8 تا بود، 10 هشتم 5 چهارم 1 و 25. بله 1 و 25 برابر عبارت اولش درست. n به علاوه l مساوی 4 میخوام، یعنی 4 0 4 s 3 1 3 p. دیگه ادامه نمیدادم چون 2d وجود نداشت. 3p 6 تا داره، 4s 2 تا داره، 8 الکترون با n به علاوه l 4، اینم درسته. 23 الکترون آن بر اساس اصل آفبا، اصل آفبا میگفت 4s 20 تا، 3D3 23. 23 بامینش توی 3Dه، 3D3 میشه 23 بامین، یعنی Nش 3 توی Dه، Lش 2ه، درست؟ مجموع اعداد کوانتومی اصلی الکترون های ظرفیتی. راجع به الکترون های ظرفیتی صحبت کرده. الکترون های ظرفیتی گفتیم اینهاش 4S و 3Dه دیگه، 4S2 3D8. این لایه ظرفیت اصلی گفته، فقط بشمر برای الکترونا. 8 تا الکترون با NS 8 3 تا، 2 تا الکترون با N4 2 4 تا، که این میشه 8 3 تا 24 تا، 4 2 تا هم 8 تا، 24 و 8 میشه 32. این غلطه، 8 واحد نیست، 32 واحده. بریم سوال آخر. سوال آخر میگه کدام عبارت درباره نخستین عنصری که تعداد الکترون لایه سوم آن به 18 میرسه درست نادرست است. فقط من یه تیکش رو درست کنم، میان این عنصر با این تیکر ادیت کنید، با نخستین عنصری که از اصل آف با پیروی نمی کند، پنج عنصر جایی دارن. من این تیکش رو باید ادیت میکردم. عبارت پنجش رو یه ادیت کنید، اون دومین عنصر رو بکنید نخستین عنصر، حلش کنید. من منتظر حل شما. بجمی گفته کدوم عبارت درباره نخستین عنصری که تعداد الکترون لایه سومش به 18 میرسه درسته. به 18 میخوام برسه، یعنی 3S که داشته، 3P6 هم که داشته، تا الان شد 8 تا، 10 تا دیگه میخوام، 3D هم داشته. فقط یک کلمه خیلی مهم من اینجا میبینم، نخستین عنصری که به آرایش 3D10 میرسه، نخستین عنصر، اوه یه تله خیلی بزرگ داره. اولین عنصری که 3D10 میشه، بچه ها ما دو تا عنصر داریم، 29ZN مس و 29ZNC، اینا هر دوتاشون 3D10 هن. چرا؟ چون مس رو میگید 4S2 3D10، ببخشید من یه دقیقه پایینی و بالایی اشتباه نوشتم. نگاه کنید این دوتا عنصر هر دوتاشون 3D10 هن. چطوری؟ مس 29 میگیم اولا 4S2 3D9 29، ما S2D9 نداریم، میشه 4S1 3D10. بعد پایینیش 4S2 20 تا 3D10 30 تا. این مس 29 نخستین عنصریه که به 3D10 میرسه و 18 الکترون تو لایه سوم داره، این دومین عنصره. تلاش این بوده بچه‌ها.
یادتون باشه نخستین عنصری که به آرایش 3D10 میرسه مثل 29ه. تو جلسه بعدی بیشتر راجعش صحبت میکنه، ولی الان دقت کنید، میگه دارای دو نخستین عنصر پس شد مثل 29. نخستین عنصریه که به 4S1 3D10 میرسه. حالا اون پشتش هم بنویسم، بیا 3S2 3P6 پشتش هم نوشتم، میگه آقا این که 18 تا نیست، اون 5 تا زیلاگر همیشه جا میندازم دیگه. داره دو الکترون با N4، خیر، داره یک الکترون با N4، غلط، این باید بگی یک الکترون. داره 11 الکترون ظرف، من دوم عنصر رو که دیگه کار ندارم پاکش کنم. داره 11 الکترون ظرفیتیه، به S خط شده، S و D قبل میشه لایه ظرفیت، یک و ده میشه 11 الکترون ظرفیتی، درسته. میگه دومین عنصری میباشد که بر اساس قاعده یافباق آرایش قابل پیشبینی نداره، اینم درسته. نخستینش کروم 24، دومینش مس 29. دومین عنصریه که آفباق توانایی پیشبینی آرایش نداره، درسته. 6 زیلایه کاملا پر داره. اون تیکه اولش رو ازم خواسته بنویسم دیگه، تیکه اولش رو بخوام بنویسم الان یکس 2S2P رو هنوز ننوشتم، 2 2 6. بشمارم چند تا زیلایه کاملا پر داره؟ 1 2 3 4 5 6. این 6 تا کاملا پره، این پر نیست. 6 زیلایه کاملا پر داره. میگه میان این عنصر با نخستین عنصری که از اصل آفا پیروی نمی کنه 5 عنصر جای داره. نخستینش کروم 24، بعد من الان مثل 29 هم میخوام ببینم بینش چند تا عنصر جا داره. منگنز 25 هست، FE 26 هست، کوبالت 27 هست، نیکل 28 هم هست. بینشون 4 تا عنصر جا داره. اینها بین دومین عنصری که از اصل آفا پیروی نمی کنه، نخستین عنصری که از اصل آفا پیروی نمی کنه، 4 عنصر جایی داره. تلاش چیه؟ بچه ها میان 29 و منهای 24 می کنن، میگن 5 عنصر جایی داره. نه، اونطوری خود کروم هم شمردی، گفته میان این دو عنصر، میان این دو عنصر 4 عنصر جایی داره. منگنز، آهن، کوبالت، نیکل. این عبارت هم غلط، عبارت غلط. با این ترتیب این جزوه همون تموم شد. گوش بدین، تکالیف براتون میذارم، یه تکلیف براتون میذارم، بعد پولیکوپیه، یه تکلیف میذارم با پاسخ. این تکلیف رو از دست ندین، تکلیف کاملا تعلیفیه، همه سوالاشو نشستم دونه دونه نوشتم. هر سوالی تو کنکور ببینید میتونید جواب بدید. لازمه این که جلسه بعدی رو خوب بفهمید این تکلیف است. اگه این تکلیف رو حل کردی کل دهم رو یاد میگیری به سادگی، خیلی روون آرایش مینویسی این بلبل. این تکلیف بسیار مهمه. هدفم از این تکلیف این بوده که خیلی راحت بتونی آرایش بنویسی. ما الان خود آرایش نوشتن سوال داره، دورو گروه سوال داره، نمیدونم باید آرایش بنویسین، لایه ظرفیت سوال داره، بیش نداد اکسش سوال داره، همش با چیه؟ آرایش نوشتن. عنصر چه دسته‌ایه؟ با چیه؟ آرایش نوشتن. جون هر کی که دوستش دارین این آرایش نوشتن رو بشین تکلیفاشو حل کنید، سوالا رو روون حل کنید. آرایش نوشتنتون باید سریع باشه دیگه، نباید فکر کنید. بعد بگید 4S2 20 تا 3D10 تا 4P6 36 تا 5S2 38 تا. یه بار براتون گفتم 4D10 48 تا 5P6 54 تا، بتونید راحت و روون آرایش بنویسید. این از این بحث. من راجع به دوامم گفتم، ما اول فصل 1 رو میگیم، فصل 2 رو میگیم، فصل 3 رو میگیم. من متن کتاب درسی هم با شما کار خواهم کرد، نگرانش نباشید، درساتون رو خوب بخونید، ویدیوها رو که میذارم ببینید. چون گفتم شما هر چقدر هم منابع متنوعی ببینید نمیتونید اون چیزی که توی کنکور مهمه رو دقیق تشخیص بدید. ما توی جزوه‌هامون سعی میکنیم فوکوس کنیم اونجایی که سوال کنکور ازش حتما میاد. مطالب چرت و پرت نظام قدیمی حذف کنیم از جزوه‌مون که شما تو کوتاه‌ترین زمان ممکن بتونید بهترین نتیجه رو بگیرید. برای همین حتما ویدیوها رو ببینید و تکلیفایی هم که براتون میذارم انجام بدید. فعلا یه تکلیف کاملا تعلیفی داریم. تا جلسه بعدی خدا نگهدارتون، مراقب خودتون باشید.